امروز میخوام یه تکنیک صداسازی رو مرور کنیم که با استفاده از اون فشار کمتری رو بازدم روی تارای صوتی مخواهیم داشت. اگه دوست داری تکنیک فریکتیو رو یاد بگیری، حتما ادامه ویدیو رو از دست نده. به کاف آواز خوش اومدی. فریکتیو چه جور تمرینیه؟ اگر سرچ کنید معنیشو، یعنی حالت استکاکی برای در آوردن یک صدا، ترجمه خیلی خوبی تو فارسی نداره. ما به خاطر اینکه بتونیم این تمرین و این تکنیک رو بهتر درکش بکنیم و بهتر توضیحش بدیم، کافیه که دستمون رو اینجا روی آدام اپلمون بذاریم. اگر خانم‌های عزیز نمیتونن آدام اپلشون رو پیدا کنن، کافیه که سرشون رو ببرن بالا و این انگشتشون رو بیارن پایین، یه تیکه از گلوشون یه برآمدگی بیشتری داره. این آدام اپل هست، ولی برای آقایون پیدا کردنش خیلی راحت تره. ما کافیه که حرف ش رو بگیم، ببینید ش، و دستمون رو آدام اپل باشه، ببینیم هیچ اتفاقی نمیفته. ش، حالا حرف س رو میگیم، س، ببینیم هیچ اتفاق و لرزش خاصی نداریم. همینطور حرف ف، ف، کافیه وسط گفتن ش تبدیل بکنیم ش رو به ژ، ببینیم چی میشه. شما لطفا این کارو بکنین، لطفا شما میبینید یه لرزش عجیب غریبی زیر دستتون اتفاق میفته. یا مثلا س رو به ز، س وقتی میگیم هیچ لرزشی نداره، هیچ بیرونی نداره، ولی یهو ز که میشه لرزش زیر دستمون حس میکنیم. ما سه تا تبدیل داریم برای اینکه فریکتیو رو بهتر درکش بکنیم. س رو به ز تبدیل میکنیم، ش رو به ژ تبدیل میکنیم، ف رو به و، و تغییرات رو روی هنجره ها میبینیم. حالا این تغییر چیه؟ من مهدی هدایی هستم. ما تو کاف آواز یه گروه تلگرامی داریم که خود اون گروه تلگرامی چند تا زیر مجموعه داره. تو اون زیر مجموعه ها بچه ها 5 تا 5 تا تقسیم شدن و خیلی صمیمانه و باصفا دارن کمک میکنن به همدیگه تا پیشرفت داشته باشن و به همدیگه انگیزه میدن، برنامه روزانه به همدیگه میدن تا ببینن چجوری میتونن با هم پیشرفت داشته باشن تو آواز. اگر دوست داری تو این گروه شرکت داشته باشی، حتما 0935758585 رو ذخیره کن، تو تلگرام یا واتساپ بهش پیام بده تا عضو این گروه ها بشی. و اگر دوست داری تو دوره همی های کاف آواز از صدات رفع اشکال بشه به صورت تخصصی، حتما عضو این گروه ها شو. و همینطور اگر دوست دارید این دست ویدیوها که صداسازی روز جهان هست ادامه پیدا کنه، حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، هم توی یوتیوب و هم توی اینستاگرام یادتون نره. پس تا اینجا گفتیم سه تا تبدیل داریم: حرف س به ز، حرف ش به ژ، و حرف ف به و. حالا چه اتفاقی توی بدنمون میفته تا این تغییرات انقدر زیاد نمود داره؟ وقتی شما س رو میگید، ش رو میگید و ف رو میگید، اصطلاحاً کورد کامپرشن اتفاق نمیفته. کورد کامپرشن حالا چیه؟ یا ایر کامپرشن چیه؟ ایر کامپرشن یعنی کمپرس هوا، هوایی که از پایین به سمت بالا و تارهای صوتی و بعدش دهان و خروج میاد. وقتی که کورد کامپرشن یعنی عضله سی تی ای ما درگیر میشه و این عضله پاملخی این شکلی جمع میشه، اون وقت ما بهش میگیم کورد کامپرشن اتفاق افتاده. یعنی چی؟ ما وقتی آب میخوریم، غذا میخوریم، یا عرضم به خدمتون هیچ کاری نمیکنیم، حرف نمیزنیم، این عضله پاملخی یا سی تی ای ما بازه و جریان هوا داره بدون هیچ مشکلی رفت و آمد میکنه. ولی کافیه که بخوایم حرف بزنیم، بلافاصله این عضله جمع میشه. وقتی این عضله جمع شد، دیگه تارهای صوتی برای تولید صوت، چه برای حرف زدن چه برای آواز، استفاده میشه. به خاطر همینه که جز عجایب خلقت ماست که موقع آب خوردن نمیتونی آواز بخونی، موقع غذا خوردن نمیتونی آواز بخونی، چون اینجا قشنگ یه کانفلیکت اتفاق میفته. پس وقتی اینو درک کردیم، میتونیم بهتر این مثال رو ببینیم. اینجا کورد کامپرشن اتفاق میفته. حالا چه سودی برای ما تو آواز داره؟ ما با استفاده از این تمرین ها میخواییم شوت هوا از سمت پایین، یا همین پلویک فلورمون که من یه ویدیو جدا برش ساختم، رو کمتر بکنیم.
به عنوان مثال من میخوام یه آهنگ بخونم، عاشقم من عاشقی بیقرارم، همینو کافیه جیه بذارم روش، بگم حالا این جی که میگم باید چجوری باشه؟ باید لای دندونام خیلی کم هوا بیاد و یه روند ثابت و ملایم داشته باشه، نشه اگه اینجوری میشه صدام، یعنی که داره الان بازدم من از کنترل خارج میاد بیرون، پس من باید بازدم همیشه گفتم مهمترین شاید درس صداسازی، اول آگاهی، بعد کنترل جریان بازدم برای تولید صوت. پس حتما حتما حواسمون هست وقتی داره هوا میاد بالا باید کنترل بشه با این ژ ز و و، ما میخوام اینو کنترلش کنیم، میذاریم شوهنگ و یاد میگیریم بگیم یا یا پس هر آهنگی خواستم بخونم این ستا رو میذارم روش تا جریان بازده من کنترل بشه، بهم میگن فریکتیف. پس اینو انجام بدید، حتما حتما میتونیم اینا رو هم مثل تمرینای دیگه روی گام ها بریم، یعنی میشه یا یا حالا به خاطر اینکه بهتر درکش بکنیم من میخوام خواهش کنم که یه آهنگ رو بدون اینکه اول فریکتیو بذاریم بخونیم و بعدش فریکتیو بذاریم ببینیم چه تفاوتی داره. اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، حالزه همه یه روند داره، حالا به اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه. پس آهنگ رو یه بار بدون فریکتیو بعد اینا رو میذاریم روش دوباره میخونیم و تفاوتش رو با هم دیگه میبینیم و کشفش میکنیم تو بدنمون چه اتفاقی افتاد. و باز هم بخوام خلاصه کنم حرفمو، اینو باید بگم که یادمون نمیره ما کل این تمرین رو انجام دادیم که جریان خروجی هوا بازدم رو کنترل کنیم، پس حواسمون هست یه روند داشته باشه، نشه یا باشه باشه. پس با همین تمرین کلی میتونی آوازتو بهبود بدی. اگه ویدیو رو دوست داشتی میدونی باید چیکار کنی، لایک، کامنت، سابسکرایب و فالو اگه تو اینستاگرام میبینی. اگه دوست داری عضو گروه های باصفای تلگرامی کافه آواز بشی، حتما به 0935 75 85 85 تو تلگرام و واتساپ پیام بده و عضو شو. خیلی آواز بخونین، جریان بازدم هوا رو حتما کنترل کنین موقع آواز، مواظب روحتون و بعد جسمتون تو این رنج هستی باشین. تا روزی که اگر عمری بود توی ویدیو دیگه ببینمتون، خرد یار و نگهدارتون.